سلام، محمد لامعی هستم، نوازنده تنظیم کننده و مدرس گیتار. امروز میخوام با شما راجع به تکنیک آرپژ صحبت کنم و راجع به اینکه چجوری ما میتونیم آرپژ ها رو به راحتی بنوازیم و این قابلیت خیلی مهم در نوازندگی گیتار با هم دیگه صحبت بکنیم. من همچنین هر هفته آهنگهایی رو اجرا میکنم همراه با آموزش اونها و ویدیوهای آموزشی مثل این ویدیو در کانال یوتیوبم قرار میدم. پس اگر این ویدیوها رو دیدید و براتون مفید بود، خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب بکنید و در یوتیوب با من همراه باشید. خب بریم سراغ بحث امروز که بحث آرپژ هست. خیلی مهمه، نوازندگی گیتار بخش زیادیش و سبک کلاسیک و فینگر استایل به این برمیگرده که شما بتونین آرپژ ها رو خیلی خوب اجرا بکنین و اصولا آرپژ نوازی یکی از تکنیک های خیلی پایه گیتار هست و خیلی جا داره که این تکنیک رشد بکنه. برای همین من توی یک سری مجموعه ویدیو برای شما آرپژ ها رو درس خواهم داد. این قسمت اول ما هست و من سعی میکنم که تو هر قسمت به شما دو تا آرپژ یاد بدم، حالا بعضی وقتا بیشتر یا کمتر. این آرپژ هایی هست که به صورت سریالی باید یاد بگیریم، پس خیلی مهمه که این آرپژ ها و این جلسات رو به ترتیب اجرا بکنید و جلو بریم، چون این یک مجموعه هست که خیلی مهمه که این آرپژ ها جوری طراحی شده که شما اینها رو با نظم و پشت سر هم انجام بدید. نوت و انگوش گذاری این آرپژ هم روی تصویر موقعی که میخوام بهتون درس بدم و با هم اجرا کنیم خواهد اومد و پس نگران نوت این مجموعه هم نباشین. فقط تاکید میکنم که حتما باید این آرپژ ها رو به ترتیب انجام بدیم و همه اینها خیلی اهمیت داره. خب اول بریم با همدیگه صحبت کنیم ببینیم آرپژ ماهیتاً چی هست، بعد شروع بکنیم تکنیک هاشو من به شما یاد بدم. ببینین خود آرپژ یا آرپژیو، آرپژ به فرانسه، آرپژیو به ایتالیایی، کلن به معنی این هستش که مانند ساز چنگ، ساز چنگ یا هارپ هستش. پس لفظ خود آرپژیو به معنی مانند چنگ هست، مثل ساز هارپ هستش. این ترجمه لغوی بحث آرپژ هست. حالا ما بپردازیم به این که اصلا تکنیک آرپژ چیه. ببینید هر وقت که ما آکورد ها رو یا آکوردیو به جای اینکه نوت هاشو با هم بزنیم به حالت آکورد یا بلاس کوادو یا به این شکل، اگر اینها رو ما بشکنیم به اصطلاح، به این حالت میگن حالت آرپژ نوازی. به صورتی مثلا یه جوری دیگه بخوام بهتون بگم، حرکت هایی که ما روی یک آکورد انجام میدیم میشه حرکت های آرپژ وار. آرپژ های مختلفی توی گیتار هستش که استفاده میشه، یا مثلا یا حالا آرپژ های خیلی زیادی که ما داریم. پس به نوعی وقتی که ما یک آکورد و نوتاشو با هم نزنیم و نوتا رو دونه دونه بزنیم، به سمت کوک بالا یا پایین حرکت بکنیم، یا حرکت های رفت و برگشت منظم یا نامنظم انجام بدیم، به این مجموعه گفته میشه آرپژ. ما آرپژ های خیلی زیادی توی گیتار داریم که توی همه موسیقی ها استفاده میشه، موسیقی های پاپ، موسیقی های لاتین، موسیقی های کلاسیک، که خیلی آرپژ نقش مهمی داره و شما همه تون مسلما آرپژ های مختلف رو شنیدین که به چه شکل هست. من بعضی از آرپژ ها رو هم برای دارم برای تو میزنم. این حرکت ها همه حرکت های آرپژ هستش، یا آرپژ های یک هم پیچیده تر که آرپژ های شکسته هستش، که یا گفتم خودتون رو بگو که یه آرپژ خیلی سختیه. ما انگشت هامون رو پس بتونیم قوی بکنیم برای زدن این آرپژ ها. من میخوام همونجور که به شما گفتم با شما طی ویدیوهای آینده یک مجموعه کاملی از آرپژ ها که برای ماورو جولیانی هست با هم دیگه کار بکنیم، که میشه گفتش که مهمترین رفرنس و مهمترین منبع برای نوازنده های گیتار هست برای اینکه تکنیک آرپژشون رو بتونن قوی بکنن و خیلی خیلی نکات خوب و عالی رو شما توی این مجموعه یاد خواهید گرفت. خب حالا بپردازیم به آرپژ اولی که ما میخواییم کار بکنیم از مجموعه جولیانی. آرپژ شماره یک همینجور که میبینین در حقیقت آکورد هایی هستش که با انگشت پی، آی و ام زده میشه، از دو تا آکورد شکل گرفته که بعد علامت تکرار داره انتهای میزان دوم و بعدم که فرود میاد روی همون آکورد پایانی که آکورد دو ماژور هستش.
خب اول من به شما میخوام یه نکته ای رو بگم. حتما ویدیوی فشار و رهاسازی من و آموزش فشار رهاسازی رو ببینید، چون اینجا خیلی به کارتون میاد. چند تا نکته هست، اینا رو سریع بهتون میگم که یه یادآوری بشه. اولا که حتما پشت فلت میگیرید، وسط فلت قابل قبول نیست. ثانیا اینکه عمودی بگیرید کاملا انگشتاتون رو، انگشتاتون به سیمای پایین برخورد نکنه. شستتون هم قرار شد وسط دستی ساز پشت دستی گیتار باشه و تنفس هم یادتون نره. هر دو میزان که میزنید یه نفس عمیق بکشید، این یادتون نره. فشار و رهاسازی رو هم فراموش نکنید. هر جا که دیدید خیلی منقبض شده دستتون، سریع فشار رو وردارید. میگم بازم ویدیو فشار رهاسازی توصیه میکنم که حتما ببینید. توی این تکنیک بعد از اون تکنیک استفاده بکنید توی بحث تکنیک آرپش. خب این راجب دست چپش هست. حالا راجب دست راستمون هم که میخواد ضربه بزنه چند تا نکته سریع بهتون میگم. یکی اینکه شست ما به حالت نیم دایره رو به بیرون ضربه میزنه، مثل وقتایی که داریم ساز میزنیم توی حالت آرپژ هم به همین شکله، به همین شکل رو به بیرون. انگشت آی او امونم با این دوتا مفصل ضربه آزاد خواهیم زد، اینا میشکنه رو به داخل کف دست به این شکل. اینم حرکت انگشت دیگه ما میشه. پس این دوتا مفصل رو استفاده میکنیم و ضربه میزنیم. شستمون هم رو به بیرون حرکت نیم دایره‌ای ضربه میزنه. نکته مهم تو زدن آرپژ، مهمترین نکته این هستش که دست شما به هیچ عنوان نباید پرت بشه رو به عقب. اصلا این اتفاق نباید بیفته. انگشت های شما باید حرکت بکنن. هرگاه دیدید داره دستتون پرت میشه رو به عقب، بدونین که دارین اشتباه تمرین میکنین. دستتون رو کاملا درست به این شکل قرار میدید، مچ دستتون رو خم نکنید به این شکل. یکم اینجا فضا بدین به دستتون، اینجا یه فضایی داشته باشین به این شکل. این مفصل ها هم خم باشه، شستتون هم به این حالت قرار بگیرین. دستتون هم بهتر اینجا معمولا بالای خرک هستش، به این شکل قرار بدین. ناخن شستتون هم کنار این تیزی لبه فینگربورد و ساز باشه. اینجا دستتون رو قرار بدین، شروع میکنیم به تمرین کردن. حالا بهتون میگم پس نوع ضربه زدن انگشتاتون هم من بهتون گفتم. این برم که فشار و رهاسازی، پشت فرت و عمودی گرفتن یادمون نمیره. حالا این توی این تمرین اول چیزی که میخواد به ما یاد بده این هستش که ما از چه نوتایی قرار استفاده بکنیم و حرکت هارمونی آرپژ ها رو میخواد به ما یاد بده. آرپژ های بعدی که خواهیم زد قراره روی این دوتا آکورد سوار بشه. پس خیلی مهم هست که این شماره یک رو با دقت خیلی بالایی اجرا بکنیم که دست شما حفظ بشه در حقیقت این حرکت رو، چون قراره آرپژ های بعدی روی این آکورد ها سوار بشه. خب چیزی که خودش نوشته این که شما دو میزان ضربه خواهیم زد که حالا بهتون میگم به چه شکلی. یه بارم تکرار داره، حالا من بهتون توضیح میدم دقیقا چه شکلی. و اینجا فرود میاد روی آکورد دو ماژور. اما نکته که میخوام به شما بگم اینه که شما این تکرار ها رو زیادش کنید، دو بار، سه بار، چهار بار، هی اینو تکرار کنید. این تکرار خیلی مهمه. حین تکرار یادتون باشه هر دو میزان، سه میزان یه جا مشخص کنید که نفس بگیرید، فشار رو بردارید و همینجور اینو تکرار بکنین. سعی کنین تو تکرارهای بیشتری انجام بدین. حالا به چه شکل میریم سراغ نوتامون. نوت اولی که باید بگیریم نوت دو سیم پنج هست، نوت دو سیم یک و می سیم آزاد به این شکل. بعدی نوت می بهش اضافه میشه، بعد سل سیم آزاد که داریم، بعد دوباره دو سیم پنج به این شکل، در حقیقت آکورد دو ماژور هست. من تو بحث آکوردها بهتون توضیح خواهم داد که آکوردها چی هست، اما فعلا برای اینکه بدونید و اینم یاد بگیرید این آکورد دو ماژور هست. پس آکورد اولی که میزنیم آکورد دو ماژور هست، بعد عوض میشه میره سراغ آکورد بعدی. به این شکل میگیریم سی رو رو سیم پنج با انگشت دو میگیریم، این ر رو با انگشت چهار میگیریم و فا رو با انگشت یک میگیریم. اینم آکورد سی دیمینیشت هست که حالا من آکوردها رو بعدن بهتون میگم، فعلا برای اینکه فقط بدونید. اینم آکورد بعدی این آرپش هست. آکوردی هم که در انتها روش میاد همون آکورد دو ماژور هست که حالا کامل زده شده. پس انگشت گذاری ها رو یه بار دقت کنید، دو سیم پنج با انگشت سه میگیریم، دو سیم دوم رو با انگشت یک میگیریم، بقیه هم که سیم آزاده. این میه سیم چهار هم تو ضرب دوم با انگشت دو میگیریم به این شکل میشه. بعد میریم دیمینیشت و اینو هی تکرار میکنم. حالا نکته مهم،
فعلا میخوام تمرکزتون اینجا باشه که نوتا رو یاد بگیرین آکوردو. بعد از اینکه اینو تکرار کردین، اینجا اینو حفظ شدید، میام نکته مهم. حالا راجع به دست راستمون که خیلی مهمه و در حقیقت این تمرین ها طراحی شده برای دست راست، نه دست راست ما، نه دست چپ ما. پس تمرکز اصلی ما باید دست روی دست راستمون باشه. برای همین میگم این حرکت رو خوب حفظ کنید، این دوتا آکوردو، که بعدش دیگه تمام تمرکز شما روی دست راستتون باشه و موقع اجرا هم به دستتون نگاه کنید. خب ببینید، همون جوری که به شما گفتم، دست ما موقع ضربه زدن به هیچ عنوان نباید پرت شه عقب. اصلا فقط انگشتای شما که باید ضربه بزنن. شست که گفتم حرکت نیم دایره، اینا هم رو به داخل. همون جوری که تکی می‌زدن وقتی با هم هم می‌خوایم بزنیم باید همون شکلو داشته باشن انگشتای ما. و دست ما به هیچ عنوان پرت نمیشه. ببینید، اصلا پرشی ما رو به عقب نداریم. فقط انگشتای ما هم که حرکت می‌کنن. ما به هیچ عنوان پرش رو به عقب نباید داشته باشیم. پس اینو دقت کنید. انگشتامون هم که گفتم حرکتشون به چه شکل است. تمرکزتون رو بذارید روی دستتون، به دستتون نگاه کنید. خیلی راحت بررسی کنید دستتون رو، ببینید که پرت نشه، شستتون درست ضربه بزنه، آیوم درست ضربه بزنه، مچ دستتون هم اتفاق خاصی واسش نیفته. فقط انگشتای شما هست که باید درگیر باشه. خب حالا نکته مهم چیه؟ برای تمرین آرپش ها و این تمرین ها حتما بعد از مترونوم استفاده کنین. حتما یه چیزی که شما تو نوازندگی باید حتما رعایت بکنین، نوازندگی با مترونومه. خیلی مهمه که شما با مترونوم کار کنین و تمرین های تکنیکیتون رو مخصوصا با مترونوم بزنید. خیلی مهمه و تو نوازندگی شما خیلی 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 زیاد تاثیر خواهد گذاشت. سرعت مناسب هم سرعت سیاه مساوی 60 هست که یا سرعت ثانیه که خیلی مناسب هست برای این تکنیک ها. در طول زمان و الان نه، تو جلسات بعدی بهتون میگم، تمپو رو میتونیم یواش یواش سرعت رو زیاد بکنیم و بریم سراغ سرعت های بالاتر. فعلا سیاه و سرعت 60 میگیریم. میزان رو هم نگاه کنید، اون کسر میزانه که میبینید سی نوشته، همون کامان تایم، یا میتونیم 4-4 سیاه در نظر بگیریم. یعنی تو هر میزانی ما 4 تا نوت سیاه داریم، پس برای هر نوت سیاه یه ضربه پا بزنید و با مترونوم خودتون رو هماهنگ کنید. من الان براتون میشمارم به جای مترونوم. 1 2 3 4 1 2 3 4 ضربه پا هم بزنید. 1 2 3 4 1 2 3 4 تند نشه. 1 2 3 4 حتما با مترونوم تمرین کنید، حتما حتما با مترونوم تمرین کنید و با حوصله. یادتون باشه زدن این آرپش ها با سرعت پایینه که نوازندگی شما رو قوی میکنه. اصولا تو بحث تکنیک ها شما برای اینکه به سرعت بالا برسید باید با سرعت پایین تمرین کنین. همه فکر میکنن برای اینکه بتونن دستاشون خیلی تند بشه و سریع ساز بزنن خیلی باید تند تند تمرین کنن. نه، اصلا اینجوری نیست. شما برای نوازندگی با سرعت بالا یادتون باشه و با سرعت پایین تمرین کنین. نکته کلیدی تو بحث تکنیک ها اینه، همیشه با تمپوی پایین تمرین کنین. خب این آرپج شماره 1 ما که در حقیقت داره به شما یاد میده آکوردهایی که قرار آرپش های بعدی ما روی این سوار شه، این تمرین رو خیلی خوب انجام بدید. وقتی که دست چپش رو حفظ شدین و دست راستتون تونست خوب ضربه بزنه، بیاین شماره 2 رو با هم دیگه کار کنیم. خب بریم سراغ آرپش شماره 2 مون و با هم دیگه کار کنیم. نوت هاش دقیقا همون دوتا آکوردیه که توی شماره 1 بود. در حقیقت گفتم شماره 1 برای این بودش که شما این دوتا آکورد رو بتونید راحت بگیرین و تمرکزتون رو از اینجا به بعد بیاین بذارید روی دست راستتون که الان قرار آرپش ها رو بزنه. پس سعی کنید تمرین 1 رو انقدر بزنید که فارغ بشید از این دستتون و تمام تمرکزتون بیاد روی دست راستتون که الان میخواد آرپش ها رو اجرا بکنه. خب حالا میریم سراغ آرپژ شماره 2. نکته مهمش اینه که اول میایم ببینیم که نوع آرپژ ما و انگوش گذاری ما چی هست. اینجوری که نوشته شده P I M هست، یعنی اول P ضربه میزنه، بعد I، بعد M. P I M P I M ریتممون رو میایم نگاه میکنیم، کسر میزانمون همون کامان تایم یا 4-4ه. اینجا چه اتفاق اومده؟ اومده هر نوت سیاه رو تقسیم بر 3 کرده، یعنی به این میگیم ریتم تریوله. تو بحث ریتم ها به شما اینو توضیح خواهم داد، اما فعلا بدونید که توی هر ضربتون
ضرب پاتون یا ضرب مترونومتون سه تا نوت مساوی خواهید زد. پی آی ام پی آی ام پی آی ام پی آی ام این میشه یه میزانتون. یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. پس تو هر ضرب ما سه تا نوت اجرا خواهیم کرد پی آی ام. خب بیاییم ببینید پی باید کجا رو بزنه. پی این نوت دو رو میزنه، آی آی ام هم که سیم یک و دو رو خواهد زد. پس با هم دیگه شروع میکنیم اجرا کردن. یک دو سه پی آی ام پی آی ام پی آی ام پی آی ام. آکورد عوض میشه پی آی ام، همون دوتا آکورد تمرین اول هست. تکرار داریم پی آی ام پی آی ام پی آی ام پی. یادتون باشه فشار رهاسازی، هر جا دیدید فشار زیاد دارید بیارید، تکنیک فشار رو رها سازیم. هر دوبار که تکرار کردیم یه نفس عمیق، از تنفس غافل نمیشیم. بازم توصیه میکنم تکنیک فشار رو رها سازیم و حتما ویدیوشو ببینید و موقع انجام آرپاشا این تکنیک رو انجام بدید. دوباره نفس عمیق پی آی ام با سرعت پایین تمرین کنید. مترونوم فراموش نشه، مترونوم براتون ضرب بگیره. یک دو سه با سرعت بسیار پایین، یک دو سه، یک دو سه. پی آی ام پی آی ام پی آی ام. اگر به دستتون داره فشار میاد همینجا وایسین، فشار رو وردارین از روی دستتون. اصلا نباید این حالت انقباض نه تو دست راست شما ایجاد بشه نه تو دست چپ شما. هر جا که احساس کردید به این شکل سفت شده دستاتون، وای میسید، همونش که قبلا بهتون گفتم، دستاتون رو فشار از روش برمیدارید و ادامه میدید و یه نفس عمیق هم میکشین. هر دو میزان بهتره که یک نفس عمیق داشته باشین با سرعت پایین. تا میتونید اینو تکرار کنید. دفعه اول خودش نمیشه دوبار تکرار، اما یواش یواش شما میتونید ظرفیت نوازندگیتون رو افزایش بدید و تعداد تکرارها رو زیاد بکنید. دست راستتون هم سعی کنید که با قدرت ساز بزنید. نکته مهم اینه که دستمون پرت نمیشه دوستان عزیزم، این شکل غلطه. اگر دیدید داره دستتون پرت میشه بدونید دارین اشتباه میزنید. اصلا نباید شما حرکتی داشته باشید دست، فقط شست شما و آی او ام هستش که داره حرکت میکنه. نمیشه اگر دیدین داره ضربه میزنه همونجا تمرین رو توقف کنین و روی این دستتون کار کنین. حالا اگر مدید دیدید تمرکز ندارین، فعلا دست چپتون باعث میشه که به هم بریزین آرپژیتون رو، شروع کنین آرپژ رو خالی بزنید روی گیتار. سیما رو بگیرید که صداش نیاد، این پی آی ام رو تمرین کنین. اصولا بهترین نوع تمرین تو بحث آرپژ ها این هستش که اول اون آرپژ دست راستتون رو بتونین خوب بزنین بدون اینکه بخواین به چیزی فکر کنین، بتونین راحت دستش رو بزنین پی آی ام پی آی ام پی آی ام. این بهترین نوع تمرین هست که اول همیشه آرپژو به صورت خالی بزنید بعد بیایید نوتاشو بگیرید. این بهترین نوع تمرینه که شما ابتداعا تمام تمرکزتون رو قرار بدین روی دست راستتون که قرار آرپژو رو بزنید. پی آی ام پی آی ام پی آی ام پی آی ام. خیلی نکته مهمی، حتی تو بحث ترمولو که خیلی از من میپرسن دوستان، حالا من ویدیو راجع به ترمولو کلا ضبط خواهم کرد، اونجا هم باز همینه. شما اول باید سعی کنید که خالی ترمولو رو بزنید و انقدر اینو به ریتم منظمی برسونید که بعد ما که اومدید نوتا رو گرفتید دیگه بهش فکر نکنید و دست شما بتونه نرم و راحت اجرا بکنه. توی بحث این آرپژ هم اینه، سعی کنید یه وقتایی، حالا اگر حتی دیدید به راحتی دارید آکوردها رو میگیرید، سعی کنید یه وقتایی که گیتار رو برمیدارین شروع کنید نارپش ها رو به صورت خالی و فقط دست راست اجرا بکنید. این خیلی به شما توانایی بالایی خواهد داد تو بحث تکنیکی و باعث میشه که عضلات دست شما قوی بشه. امروز من به شما این دوتا آرپژ رو گفتم، سعی کنید روی اینها خیلی کار بکنید. توی ویدیوی بعدی که راجع به آرپژ خواهد بود من دوتا آرپژ بعدی رو به شما درس خواهم داد. این آرپژ ها وقتی میریم جلوتر خیلی پیچیده و خیلی سخت میشه. بهتون گفتم اینها به همدیگه وصل هست، پس سعی کنید خیلی خوب اول این دوتا رو تمرین بکنید
بعد بریم سراغ قسمت بعدی که دوتا آرپژ بعدی من در آینده برای شما خواهم گذاشت و کلن میتونم بهتون بگم که اگر این مجموعه رو با من کار بکنید شما کلن از تکنیک آرپژ به حد بالایی میرسید و بی نیاز میشید که بخواید متدهای دیگر رو کار بکنید و این متد یه متد خیلی کامله. پس از امروز که من این مبحث رو با شما شروع کردم سعی کنید که با من همین رو ادامه بدین و آرپژ شما کامل خواهد شد و به بالاترین سطح تکنیکی توی بحث آرپژ میرسین. سعی کنید خیلی با دقت و نکته مهم که با سرعت بسیار بسیار آهسته و با مترونوم تمرین کنید. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه و بتونید که این تکنیک رو خوب انجام بدین. اگر ویدیوهای من رو دیدید، ویدیوهایی که آهنگهایی که میزنم، آموزش‌هاشون و ویدیوهای آموزشی مثل این ویدیو براتون مفید بود، خوشحال میشم که کانال یوتیوب من سابسکرایب بکنید و از کانال من حمایت بکنید و با من همراه باشید. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه و این ویدیو هم برای شما مفید بوده باشه. ممنونم.